سلام دوستان عزیز، خوش آمدین به برنامه اول ما از کانال افغان ناین تک. برای حمایت ما کانال ما را سابسکرایب کنید. در این برنامه برای شما 5 ویژگی پنهان ویندوز را آموزش میدیم. پس میریم ببینیم. خب دوستان عزیز، اولین ویژگی که برتان می خواهیم بگویم اضافه کردن ساعت اضافی در قسمت تکسپارتان است از یک کشور دیگر اگر خواستیم. به این منظور میریم در قسمت استارت منیو و تایپ میکنیم کنترل پنل. با باز کردن کنترل پنل این پنجره بر ما باز میشه و در قسمت کلاک اند ریژن کلک میکنیم. بعد از او در قسمت اد کلاکس کلک کرده و این پنجره بر ما باز میشن. به این منظور شما شوب دیس کلاک کلک میکنین و از این قسمت همو ساعت هر کشور که شما ضرورت دارین از اینجا پیدا میکنین و انتخابش میکنین. و من عنوان مثال من برلین و آمستردام انتخاب میکنم و در این قسمت تایپ میکنم برلین و روی اپلای کلک میکنم و اوکی. این پنجره را من بسته میکنم و در این قسمت اگر بیایم کرسر خود بانم اینجا نشان میده که لوکال تایم، تایم معمولی خودم و برلین در پایینش نشان داده میشه، یا میتونیم با کلک کردن روی ساعت در این قسمت بر ما نشان داده میشه. ویژگی دوم که میخواهیم برتان بگویم ولیم میکسر است. شاید شما در ویندوز های قبلی این ویژگی را ندیده باشین که وجود هم نداشت. ولیم میکسر در ویندوز 10 یک ویژگی خاصی است که گنجانیده شده، پس میریم با هم میبینیم. اگر شما بین در قسمت تکس بارتان بر روی آیکن سپیکر یا همو صدا رایت کلک کنین یا چپ کلک کنین، راست کلک کنین ببخشید، یک قسمت Open Volume Mixer روی از این کلک کرده این پنجره بر شما باز میشه. در اینجا شما میبینین که بعضی قسمت های وجود داره. قسمت دیوایس است، شما در این قسمت میتونین صدای خود اسپیکر های لپتاپ یا دسکتاپ تان رو کنترل کنین. با کنترل از این تمام صدا کنترل میشه. اما در این قسمت بعضی پروگرام هایی که ممکن در تسک بارتون باز باشه و شما استفاده میکنین اینجا وجود داره که از این قسمت شما میتونین جدا جدا از هر پروگرام یا از هر سافتویر تان کنترل کنین. مثلا اگر شما یک پلیر باز داشته باشین میتونین از این قسمت صدایش کنترل کنین، و اما اگر شما از دیوایس کنترل کنین تمامش کنترل میشه. ویژگی سوم که میخوایم براتون بگویم لاک اسکرین پیکچر است. بعضی دوستا مشکل داشتن که میخواستن تصویر پس زمینه صفحه قلف شده ویندوز داره تغییر بدن. و این منظور میریم روی دسکتاپ چپ کلک، راست کلک میکنیم ببخشید، بر روی پرسونالایز کلک کرده این پنجره بر ما باز میشه. بعد از این میریم روی لاک اسکرین کلک میکنیم و روی بکگراند میبینین اینجا پیکچر است. اگر از شما پیکچر نبود میتونین روی پیکچر کلک کنین. میبینین اینجا چند تصویر پیش فرض از خود ویندوز 10 وجود داره. شما میتونین این انتخاب کنین، یا اگر خواستین یک تصویر دلخواهتان باشه روی براوز کلک میکنین و از این قسمت شما میتونین تصویر دلخواهتان رو پیدا کنین. مثلا من این قسمت یکس انتخاب میکنم و چوز پیکچر. ببینین یکس انتخاب شد. خب چگونه بفهمیم که یکس اعمال شده یا نه؟ به این منظور شما میتونین با فشار دادن کلید ویندوز امرای L ببینین این تصویر در پس زمینه صفحه قلف شده ویندوز ما آمد. پس من دوباره صفحه خود باز میکنم. خب ویژگی بعدی که میخوایم براتون بگویم کالکولیتر یا ماشین حساب. ماشین حساب در ویندوز های قبلی ویژگی های خاصی نداشت و
فکر کنم به صورت محدود همو ساینتیفیک و اینا بود. اما در ویندوز ده خیلی سوالات زیاد را بر ما ارائه میکنه. پس میریم میبینیم. شما اگر بیاین در قسمت استارت منیو و تایپ کنین کالکولیتر، با باز کردن از این میره به حالت استاندارد بگیرم. خب این حالت استانداردش هست. شما اگر بیاین در قسمت به نام نویگیشن، همین سه خط یا چهار خط که وجود داره، اگر روی ازی کلک کنین این پنجره بر شما باز میشن. به این قسمت شما میتونین نوع ماشین حسابتون رو انتخاب کنین. در اولیش استاندارد همون حالت عادی، ساینتیفیک مربوط کسانی که انجینیری میخوانن یا کار میکنن یا بخش های دیگه مربوط میشن. بخش سومش پروگرام است که مربوط کسانی که پروگرامینگ کار میکنن، و آخریش دیتا کالکولیشن یا تغییر همو تاریخ که برای وضعی ها خیلی مهم است که تاریخ تبدیل میکنن و ویژگی دار. از او پایین تر شما میبینین کانورتر است که همو مسائل مربوط وزن و حجم و اینا را تغییر تبدیل میکنن. شما میبینین کرنسی یا همو ارز و موارد پولی، ولیم، حجم، طول، وزن، حرارت، انرژی و مساحت، اینا را بر شما تبدیل میکنه. این بود از ویژگی های ماشین حساب. آخرین ویژگی که میخوایم برتان بگویم، بعضی وقتا بعضی سمبول ها یا حروف ضرورت ما میشن که در کیبورد ما وجود ندارن. به این منظور میریم از Start Menu و تایپ میکنیم Character Map. این ویژگی تنها در ویندوز 10 گنجانیده شده و ویندوز های قبلی ویژگی را نداشتن. Character Map بر ما سهولت زیاد ایجاد کرده که هر سمبول یا حرفی که به صورت خاص باشه ما میتونیم در اینجا پیداش کنیم و استفاده کنیم. طرز استفادهش بسیار آسان است. شما میتونید با انتخاب هر حرفی که ضرورت دارین و قسمت سلکت انتخاب میکنیم، بعد از کپیش میکنیم. در یک روش دیگه هم وجود داره به خاطر استفادهش. شما اگر بخواین همین حرف در هر قسمت تایپ کنین، شما میتونین ببینین که در این قسمت به نام کی استروک یک آدرس بر شما داده. اگر شما همین حرف در هر قسمت در بخش ایمیل یا ورد هر جایی که ضرورت دارین میخواین تایپ کنین، با فشار دادن Alt پلاس 0174 با این آدرس شما میتونین همین حرف در هر جایی که کار داشته باشین تایپ کنین. خب دوستان عزیز، این بود از 5 ویژگی پنهان ویندوز 10 که شاید شما تا حالا نمیفهمیدین. برای حمایت از ما کانال ما رو سابسکرایب کنین. تشکر از اینکه ویدیو را دیدین و همچنان یادتون نره که ویدیو را با دوستانتان شریک بسازین. خداحافظتون.